سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید. امیدوارم تا اینجای ویدیو لذت برده باشین. توی این ویدیو برنامه‌مون در خصوص معرفی ICO هست. ICO چیه و چه فایده‌ای داره؟ شاید IPO به گوشتون خورده باشه. این دقیقاً بر وزن IPO هست، اما تو حوزه کریپتوکارنسی بازدهی های چند هزار برابری توی ICO ها اونو جذاب کرده بود و همچنان هم این پتانسیل وجود داره که شما در یه پروژه از ابتدا سرمایه گذاری کنید و به بازدهی های رویایی برسید. اگر به این موضوع علاقمند هستین، پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو دنبال کنید. مطابق معمول سمت راست صفحه پایین شما شبکه‌های اجتماعی که ما در اون فعال هستیم رو مشاهده می‌کنید. پیشنهاد می‌کنیم تو کلیه این شبکه‌ها ما رو دنبال کنید و مطابق معمول ویدیوهای ما در کانال یوتیوب و آپارات به اشتراک گذاشته میشه. خب، کلیه مطالبی که ما می‌خوایم امروز برای شما توضیح بدیم در خصوص ICO شامل عرض اولیه است، اعتبار سنجی و کلاهبرداریایی که تو این حوزه انجام شده، فعالان ICO و در نهایت دریافت توکن های رایگان هست. واژه ICO از اینیشیال کوین آفرینگ اومده. بر وزن IPO هست، اینیشیال پابلیک آفرینگ. در بورس IPO به معنی عرض اولیه هست. اینیشیال پابلیک آفرینگ که خب کسایی که توی بازار سرمایه فعالیت کردن میدونن که این عرض اولیه ها خب به هر حال کلی خواهان داره، همه دوست دارن اینا رو بگیرن، یه چند روزی خوب رشد میکنه و یه سود خوبی میتونن شناسایی کنن. دقیقا این اتفاق توی کریپتوکارنسی هم میفته، اما بازدهی های اینا بسیار متفاوته، چند هزار برابر میشن اینها و در ادامه چند تا از این موفق ترین های ICO توی دنیا رو با هم بررسی میکنیم. بحث اعتبار سنجیه که کدوم یکی از این ICO رو میتونیم توی سرمایه گذاری کنیم، کدوم رو نمیشه سرمایه گذاری کرد. موضوع کلاهبرداری توش بسیار بسیار پررنگ هست، پس دقت کنیم که اگر توی ICO میخوایم شرکت کنیم تمام جوانبش رو بررسی کرده باشیم، حواسمون باشه، از اطلاعات و ریویوهایی که توی اینترنت وجود داره حتما بهره مند بشیم. سایت های متخصصی که توی این حوزه است که چند تاشو در ادامه من براتون معرفی میکنم. و خب روش های شناسایی کلاهبرداری ها خب یه مهارتیه که به دست آوردنش خیلی سخت نیست. قطعا شما هم میتونید با یه مطالعه و دیدن چند تا ویدیویی در این خصوص به این مهارت برسین، اما جزء برنامه ما هست که این موضوع رو براتون باز بکنیم. در نظر داشته باشین که کلاهبردارا هر روز دارن روش‌های خودشون رو عوض می‌کنن، حرفه‌ای‌تر عمل می‌کنن. سال 2017 که هم بازار رشد داشت، هم این که اقبالی سمت ICO‌ها بود، تعداد زیادی از اینا ختم به کلاهبرداری شد. پس باز هم تاکید می‌کنم دقت داشته باشین و اون آدم معروف ها فعال های ICO توی دنیا رو با هم یه بررسی میکنیم. نکات مهمی توی اون نهفته است که با هم چک خواهیم که و در نهایت که بحث جذاب و شیرین دریافت توکن رایگان، شما کار خاصی انجام نمیدید، فقط یه والد درست میکنید و همونطور که تو ویدیوهای قبلی براتون توضیح دادم نحوه ایجاد یه کیف پول مربوط به رمز ارزها رو به راحتی تشریح کردم براتون، میتونید از اون استفاده بکنید. و خب مقایسه هم بین کیف پول ها انجام شده که شما میتونید یکیش انتخاب بکنید. نحوه کنترل واریز توکن به کیف پولتون هم در قالب یه ویدیو جداگانه خیلی کوتاه براتون توضیح دادم. امیدوارم که از ادامه برنامه لذت ببریم. میریم سراغ وبسایت مرتبط با این موضوع. یکی از وبسایت‌های بسیار معروف در حوزه ICO وبسایت ICO Bench هست. icobench.com. آدرس این سایت رو توی دیسکریپشن همین ویدیو براتون این پایین یادداشت می‌کنم.
ICO Bench number one ICO rating platform و واقعا همینه، یک پلتفرم درجه یک توی حوزه عرضه اولیه سکه ها هست. خب همونطور که میبینید اطلاعات کلی در مورد ICO Bench اینجا ارائه شده که مجموعه حالا تعداد پروژه هایی که کار کرده و هر شبت که تعداد آدم های فعال و حرفه‌ای که توی این حوزه دارن باش همکاری میکنن، بحث KYC Know Your Customer که اینو در قالب یه ویدیو دیگه براتون توضیح خواهم داد، شناسایی و احراز هویت توی حوزه کریپتوکارنسی هست و آدم هایی که توی این شبکه این سایت حضور دارن هم به عنوان یک پشتوانه برای این سایت در نظر داشته باشید. اگر کسی بخواد توکنی رو طراحی بکنه و بعد بیاد اینو معرفی کنه، مجبوره که از یکی از راه‌های بازاریابیش، واقعیتش یکی از راه‌های معمول بازاریابی، مراجعه به این سایت‌ها و امثال ICO Bench هست که یک تعدادش رو جلوتر براتون لیست کردم. خب این هم یک کسب و کار مرتبط به زنجیره ارزش بلاکچینه که توی این مارکت وجود داره. خب خیلی ها میگن به جایی که من برم ترید بکنم، ریسک ترید رو بپذیرم، یه پلتفرم مثل مثلا ICO Bench میتونم درست بکنم و کارهای این تیپی انجام بدم. بله کاملا درسته، بسیار ایده قشنگیه، درآمدهای بسیار خوبی هم دارن. حالا یه نگاهی هم میکنیم که بابت هر تیکه از کاری که مربوط به معرفی یه توکن چه پول قابل توجهی رو در معادل BTC یا ETH اتریوم منظورم هست دریافت میکنن. باز تاکید کنم این نمادها رو حتما به یاد بسپارید، یه ویدیو تهیه کردیم در مورد معرفی کوین مارکت کپ، حتما بهش مراجعه کنید و اطلاعات تکمیلی رو اون تو مشاهده کنید. اسکرول میکنم این سایت رو میام پایین، همونطور که میبینید اینجا تعدادی از ICO هایی که توی مسیر معرفی هستن و لیست کرده، رو هر کدوم شما کلیک بکنید وارد صفحه مربوط به اون میشین، اطلاعات تکمیلیش رو میبینید. در این کنار هم کاتگوری که برای ICO ها وجود داره رو مشاهده میکنید، پلتفرم 3131 عدد ICO توش معرفی شده، کریپتوکارنسی، بیزینس سرویسز، اینوستمنت، اسمارت کانترکت ها، سافتور، اینترنت، اینفراستراکچر، اینترتینمنت. این داستان سرگرمی بسیار بحث جذابی هست، چون خیلی یک قسمتی از اون پولدارای دنیا، ثروتمندان دنیا، بیزینسشون رو اینترتینمنت، رو حوزه بانکینگ. خب قطعا ICO ها توی حوزه بانکداری تاثیر بسیار زیادی خواهند گذاشت. یه ویدیو در خصوص این موضوع خواهیم داشت که دیگه تأمین مالی از بازار پول و سرمایه، یعنی بانک و بازار بورس، داره زاویهش رو عوض میکنه، میره به سمت ICO. توی ایران هم میبینیم که چند تا طرح اومده در قالب ICO مطرح شده و اینکه خب این یعنی یه زنگی خطری برای بانکدارا، برای بورس بازار. بدونید که احتیاج نیستش که یه چیزی بیاد برای یه مسیر طولانی رو بگذارن، طرف بدون تعهد آنچنانی میتونه بیاد این کار رو انجام بده. و جالب براتون بگم که اون داستان جلوگیری از کلاهبرداری ICO در نهایت ختم به چه مواردی شد که تو چند تا اسلاید جلوتر با هم مرورش میکنیم. Artificial Intelligence, Communication, Big Data, Media, Retail, Health, Real Estate, Education, Tourism, Energy, Manufacturing, Casino, Gambling, Sport, Virtual Reality, Charity. جالبه Charity، این بحثای خیلی هم به این پاش به این مسئله باز شده. خب خیلی اتفاقا افتاده یه جای دنیا که مردم میخواستن کمک بکنن، ولی حالا محدودیت هایی که برای ارسال کمک داره وجود داره، یا فی که بابت ترانزکشن یه مالی گرفته میشه انقدر زیاده که شاید اصلا نصرفه برای کسی که یه مبلغی رو بخواد هبه کنه یا کمک بکنه به یه خیریه یا یه اتفاق و سیلی زلزله توی یه جای دنیا افتاده، که پلتفرم بلاکچین به صورت خاص توکن ها و کوین ها میتونه این مسئله رو تسریع کنه و تو حوزه قانون، الکترونیک و هنر هم اومده. خب این سایت اطلاعات بسیار جامعی داره، من روی یکی از اینا این کلیک میکنم، شما ببینید مثلا این گوشه 4.5 که نوشته اعتبار این ICO هست از 5. من روی این کلیک میکنم، وارد صفحه مربوط به
این ICO میشم، Social Crypto Trading Made Simple، عددش 4.5 اومده، گفته 7 expert rating داره، پروفایلش 4.8 گرفته، تیمی که باهاش داره کار میکنه 4.8، اون آینده‌ای که برای این موضوع متصور هستن، یعنی کدوم موضوع، این طرحی که همینجا توضیح داده، یه ویدیو هم براش تهیه کرده، شما میتونید کامل مطالعه بفرمایید. و بحث محصولی که اصلا میخواد در نهایت بسازه حدود، یعنی دقیقا عدد 4 رو داره، و محصولی که میخواد بسازه از نظر اینکه این محصول چقدر میتونه موفق باشه عدد 4 رو به دست آورده. KYC نیاز داره، وقتی که تیک زده اینجا اکثرا KYC رو میخوان، و خب اینو باید نظر داشته باشین. و اینکه به زودی هم یه ریویوی در خصوص این ICO مینویسن. این تیکه برای کسایی که عضویت این سایت رو دارن فراهم شده، پروفشنال میزنید و ریپورت کاملی رو دریافت میکنید. سمت راست پایین اومده توکن رو گفته، نمادش رو مشخص کرده، نوعش، قیمتش رو گفته، هر یه دونه توکنش معادل 10 سنت دیگه، معادل 10 سنت، و خدمتتون عرض شود که بونتیش فراهم MVP پروتوتایپ داره، پلتفرمش رو اتریوم، BTC و اتریوم اکسپت میکنه، توی کشور آلمان. حتما دقت بکنید کدوم کشور ارائه کننده اون هستن، و اینکه این ریستریک ایریا که الان گفته USA محدوده، اونم با توجه به قوانین مقرراتی که ایالات متحده ممنوع هست کسی بخواد مثلا از این توکن تهیه کنه یا بخواد اونجا از اونجا توی این پروژه سرمایه گذاری کنه. یه نکته بسیار جالبی داره در خصوص این ICO که توی ویدیوی دیگه براتون تشریح میکنم، این که شما برای تأمین مالی پروژه‌تون محدود به مرزهای جغرافیایی یا کارنسی خاصی نیستید. دوستان ما در یک جای ایران دور هم جمع میشن، ایده‌ای دارن، ایده بسیار خوبی، تیم قوی جمع کردن، از تمام دنیا میتونن تأمین مالی انجام بدن بدون اینکه برن وثیقه بذارن. پس این پتانسیل برای اون ایده ها و اون آدم های پرپتانسیل و جوون رو فراهم کرده. کلیک میکنید وارد وبسایتش میشین و اطلاعات تکمیلیش رو میبینید. خب من در خصوص همونطور که گفتم، اینجا وقتی شما این پرو برای دریافت این ریویو کلیک بکنید، برای صفحه ای میشین که حالا اینجا گفته که بابتش باید یه مقداری پول بدید دیگه، به هر حال اینا هم بعد منابعشون به چرخه، هرچند که شما راههای متعددی دارین که این اطلاعات رو به دست بیارین، قطعا خودتون میدونید، من از این مسئله میگذرم و میریم به سمت اینکه همیشه این سایت ها رو اسکرول کنید تا این پایین بیاین، یه چیزای جذابی داره که میتونه بهتون اطلاعات بیشتری بده. خب تو قسمت ICO کلندر یک سری ICO به زودی میان که حالا تاریخاشون نوشته سورت کرده، یک سری ICO هستن که اومدن در مثلا در 15 فوریه این ICO طرح معرفی شده، و یه سری هم هستن که تو این تاریخ به اتمام میرسن. حالا یه سری استراتژیش اینه که اونه که داره تمام میشه رو برن سراغش، ببینن که تا حالا مثلا چقدرش اومده، چقدرش تامین مالی انجام شده، گزارشش چجوری، بقیه چی دربارش میگن، که خب حالا ریسک خودشونو به این روش دارن کم میکنن. اما خب به هر حال هر کسی یه روشی برای معاملات خودش داره. اطلاعات جالبی میده، رو هر کدوم میتونید کلیک بکنید، این صفحه رو اسکرول کنید، پارتنرهاش هیت BTC و میبینید که یه سری اکسچنج های معروفه که مربوط به حوزه کریپتوکارنسی هستن اینجا معرفی شدن. خب ICO بینچ اومده اینجا معرفی کرده، اینجا سوشیال میدیایی که مربوط به این هست، و خب یه سری اطلاعات دیگه‌ای در خصوص این که مثلا اکسپرت هایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن کیا هستن، روش که کلیک بکنیم وارد این همچین صفحه میشیم، این آدما معرفی شدن، ریتشون اینجا خورده، اونجایی که توی این صفحه وقتی که داشت میگفت تیمو دارن بررسی میکنن، این تیم متشکل از این آدمایی که اینجا هستن، یه سری هستن وریفای شدن عضویتشون، صفحه توییتر و لینکدینشون میتونید دنبال کنید، این آدما شخصیت حقیقی هستن و برای خودشون
یه تعداد زیادی فالوور دارن، توضیحات بیشتر با کلیک روی هر کدوم میتونی به دست بیارین، امتیازاشون گذاشته شده و خب همینطوری که اسکرول کنیم بیام پایین میبینی آدم معروف هم امتیازهای بالاتری دارن، حتی فکر میکنم عدد 5 هم توی اینها وجود داشته باشه و خب میبینی 4 نزدیک به عدد 5 شدیم، 4.8 هم و خب دیگه میتونید خودتون هم به راحتی با مراجعه به این لیست و این رنکینگی که انجام شده ببینید که اون تیمی که قرار اون آیسیو رو بده اصلا کننده این کار هست یا نه. خب بگذاریم از این، توی قسمت ادوایزرها روی این که کلیک بکنیم وارد یه همچین صفحه میشیم. سیمون کوکینگ یکی از قوی ها آدم معروف های این حوزه است، کلی توی این زمینه کار کرده، ریتی که براش ISS در نظر گرفته 195.9 بالاترین ریت آدم هایی که توی این حوزه فعالیت میکنه. روش که کلیک بکنیم وارد صفحه مربوط به اون میشیم، دربارش اومده توضیح داده که مثلا توی صفحه لینکدینش این تعداد عضو داره، نمیدونم آدرسش اینه، اهل کجا هستش، بالغ بر 20 تا ICA موفق به عنوان منتور، مربی و ادوایزر کار کرده، توی سریش کوفاندر یعنی خودش رو با همکاری کسی دیگه رو اندازه کرده، یه سری فاندره که خودش درگیر شده، لیستش اینجا میتونید ببینید و امتیازی که وزنی که بهش تعلق گرفته هم به این صورت اینجا قرار گرفته. هرچی اینا شبیه مربی فوتبال میمونن، یه مربی فوتبال خوب وقتی میره توی تیمیه اصلا هر ورزش دیگه تو والیبال، بسکتبال میبینید اون تیم رو متحول میکنه، خیلی به هوای اون مربیه به تیم علاقمند میشن، تیم اگر تو بورس باشه سهمش رشد میکنه، اگر نه طرفداراش میرن تو استادیوم براش هورا میکشن، ارزش برندش میره بالا، یا اون تبلیغی که رو لباسش رشد میکنه. دقیقا همون فضا توی اینجا هم حاکم هست. خب یه اشاره کرده بودیم به دریافت توکن مجانی، کافیه اینجا تو رو فری توکن کلیک بکنید وارد این صفحه میشین. توی این صفحه کافیه شما برین اپلیکیشن ICO Max رو دانلود بکنید، تو اپل استور و گوگل پلی روی سیستم های عامل iOS و اندروید وجود داره، یه QR هم اینجا باید رجیستر کرده باشین، KYC تون هم انجام شده باشه، که اینها یه تعدادی هم به صورت رایگان به شما توکن میدن. یه موضوع جذابی رو در خصوص ایردراپ داریم که بهتون در ادامه در قالب یه ویدیو دیگه توضیحات کامل میدم. خیلیا این ایردراپ ها رو میگیرن، هزینه‌ای هم براش نمیکنن، به امید اینکه اون چند هزار برابر شدن اون توکن رو به صورت رایگان هم بتونن تست کنن. خب این ICO بنش یه نمونه از این سایت ها بود. میریم سراغ یه سایت دیگه، کوین مارکت پلاس، یه وبسایتی هست در حوزه خدمتتون ارشاد ICO STO و خدمتتون ارشاد IEO. خب جالبه براتون بگم که این جریان ICO زمانی که رسید به بن‌بست کلاهبرداری، سازمان و نهاد مالی ایالات متحده اومد گفت خب اینجوری نمیشه که این همه مردم توی دنیا کلاهبرداری انجام بشه و هیچی هر کسی هم شخصیت مبهمی داره و فرار کرده این پول برده. خب قانونگذار باید وارد بشه که بحث STO اومد و STO ها میشه حوزه مربوط به سکیوریتی توکن آفرینگ. یه اسیتی پشت این داستان هست، فقط یه ایده نیست، که خب قابلیت اطمینان بالاتری داره. و بحث آیی ها اینیشیال اکسچنج آفرینگ. من این تفاوت این ستا با IPO رو در یه ویدیو جداگانه تهیه کردم، براتون آپلود میکنم، حتما اینو ببینید اگر علاقمند به این حوزه هستین. خب بگذاریم از این بس، میایم روی هر کدوم از اینا شما کلیک بکنید. ریتش مثلا این وسطی 8.4 الان داره لایو انجام میشه، 103 روز دیگه فعال خواهد بود، تا حالا 54% اون تهیه که توی وایت پیپرش هم داشته تونسته تامین مالی انجام بده. روی حوزه بیزینس سرویسز هم فعالیت میکنه. حوزه ایردراپ همونطوری که گفتم توی ویدیو جداگانه برای شما تشریح خواهم کرد. امثال این وبسایت های معروف کم نیستن، من یه لیست کوتاهی از اینا رو به شما اینجا نمایش میدم که اگر به غیر از این سایت ها خواستین دنبال منابع دیگه ای برین حتما از اینا بتونید استفاده کنید. همونطور که میبینید وسط تصویر ICO Bench، کوین جیکو،
کوین فکتوری، آی سی او دراپ، آی سی او هانتر و 5 آی سی وبسایت مرتبط با آی سی او هستن که شما میتونید حالا به پیشنهاد این سایت سال 2020 با خیال راحت روی کریپتوها باهاشون فعالیت کنید. اما اون درصد بازدهی رو بیاین با هم نگاه کنیم، اون چیزی که چند هزار برابری بود، یه چیزی به نام ROI وجود داره، ریترن آن اینوستمنت، میگه اون چیزی که گذاشتی منهای اون چیزی که به دست آوردی منهای اون چیزی که گذاشتی تقسیم بر آن مبلغی که سرمایه گذاری کردی به شما میزان بازدهیتون رو نشون میده. سمت راست همونطور که مشاهده میکنید 10 ICO برتری که از ابتدا تا الان بازدهی بالا حداکثری رو داشتن، همونطور که میبینید این عدد واقعیه، شک نداشته باشید. آیوتا، NXT، نئو، اتریوم چقدر 2798 برابر رشد کرده، 279843 درصد ROIش بوده. اسپکتروم، استارز، آرک، لیسک، دیجیکس داو و کوانتوم، اینا 10 تا از برترین ها هستن. فرض رو بر این بذارید که یکی از اینا، یا حالا نه با این درصدها، درصدهای متفاوت نصیب شما بشه، شاید ارزش اینو داشته باشه که یک بار دیگه این ویدیو رو از ابتدا ببینید و به مفاهیم اون دقت بکنید و روش سرمایه گذاری توی اینو یاد بگیرید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید، ما رو فالو کنید، سابسکرایب کنید همین گوشه سمت راست پایین و ویدیو رو به صورت سخاوتمندانه با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. سوالاتتون زیر همین ویدیو تو قسمت کامنت ها یادداشت بکنید، تا اونجایی که بتونم جواب شما رو خواهم داد. موفق باشید، خدا نگهدار.